که های گویای مشعل تقدیم می کند در ماگادان کسی پیر نمی شود نوشته اتابک فتولاه زاده یادمانده های دکتر اتا صفوی از اردوگاه های دایی یوسف بخش هشتم دردسر خواندن کیهان کاگبه هر چقدر با امثال قربان بلوچ خوب بود چشم دیدن مرا نداشت در آن زمان خارکوف مسئول مهاجران ایرانی مقیم استالین در کاگبه بود نمیدانم او چرا اینقدر با من دشمن بود یک بار به من گفت حیف که شوروی سابق نیست و اگر نباست رو روانه ماگادان میکردم من حداقل چهل نفر از جمع 170 نفر مهاجر ایرانی را میشناختم که با خارکوف رابطه داشتند. روزی زنگ تلفن به صدا درآمد گوشی را برداشتم. کسی از آن طرف خط گفت من از سازمان امنیت هستم میخوام شما رو ببینم. جواب دادم همین حالا در خانه تنها هستم میتوانید تشریف بیاورید. پس از نیم ساعت زنگ در خانه به صدا درآمد. رفتم در را باز کردم و دیدم جوان سی و پنج سالی لاغرندامی دم در ایستاده است. او را به اتاق نشیمن دعوت کردم و گفتم لطفا بفرمایید اصل مطلب چیست گفت شما روزنامه میخوانید و این روزنامه را در بین ایرانیان پخش کرده اید افزون به رادیو بی بی سی گوش میکنید و از سر کار و جلسه حزبی خبرهای آن را مطرح میکنید آیا می توانید بگویید این روزنامه را از کجا گیر آورده اید باید گفت که در تمام مؤسسات تولیدی و اداری شوروی دوشنبه ها اول صبح به مدت نیم ساعت اخبار سیاسی داخلی و خارجی و حزبی طرح و بحث می شد. در شعبه ما هم دکترها به نوبت اخبار سیاسی را گزارش می دادند. من نیز به عنوان شرکت کننده اظهار نظر می کردم. گاهی وقتها هم از اتحاد کارگران یا از حزب کمونیست یا از کاگبه برای تفتیش می آمدند. تا گونگی این جلسات ما را دریابند. آنان اغلب رشته سخن را به دست میگرفتند و علیه امپریالیسم و کاپیتالیسم و استثمار در کشورهای سرمایه داری صحبت می کردند. و سپس بس ما جلسه خود را ادامه می دادیم. در این جلسات اغلب بین من و مسئولین بحث می شد که البته این بحث ها و حرف های من مرتب گزارش می شد. راجع به روزنامه کیهان به آن آقا گفتم این روزنامه توسط یک توریست ایرانی در دوشنبه به دستم رسید من این روزنامه را رو به اکبرزاده و گودرزی دادم خواندن یک روزنامه ایرانی برای منی که شهروند ایران هستم جرم نیست تازه آنچه خواندم دال بر تأیید یا رد آن نیست دو ساعت تمام با او جر و بحث کردم آخر سر گفت تمام این حرفا را برایم بنویس اول گفتم که من نمینویسم و او میتواند آنچه را از زبان من شنید گزارش کند پس از دو دقیقه به این نتیجه رسیدم که بهتر از خودم بنویسم و شروع به نوشتن چند خط کردم او خوشحال شد کاغذ را از دست من گرفت و رفت روزی با تاهری به خانه غلام بیکسیان رفتیم سه نفری نشسته بودیم که زنگ در به صدا درآمد غلام رفت و در را باز کرد و بعد به همراه دو نفر دیگر به اتاق برگشت همین که وارد اتاق شدند یکی از آنها رو به من کرد و گفت لباست رو بپوش به اداره امنیت بریم پرسیدم برای چی من باید با تو بیام جواب داد اونجا حرف میزنیم غلام بیکسیان ساکت بود و حرف نزد ولی علی تاهری با صدای بلند به من گفت آخه تو میذاریم و اینجا راحت باشیم و زندگی کنیم سرانجام تو همه ما رو بدبخت میکنیم حرف او مانند خار به تنم رفت خیلی ناراحت شدم ولی چیزی نگفتم حال بیا و فکر کن چه کسی به کاگه به خبر داد که من شب خانه غلام بیکسیان هستم مرا با ماشین به اداره کاگه بردند این دو نفر مرا به اتاق هدایت کردند دیدم خارکوف عینک به چشم پشت میز نشسته و خشمگینانه مرا نگاه می کند. او مرا تو خطاب کرد و گفت ببین من صورت جلسه نمی نویسم نیازی نیست که برات پرونده درست کنم برای تو و پرونده جدید هم لازم نیست تو به جرم جاسوسی برای امپریالیست ها چند سال در ماگادان بودی من تو رو شخصا از سال 1956 می شناسم از اون وقتی که به دوشنبه اومدی میدونم چی کار کردی کجا رفتی چه صحبت ها در جلسات و هنگام کار در کالخوز کمونیسم کردی هنگام پنبچینی در مرز افغانستان چه حرفا زدی؟ ما میدونیم با کی رابطه داری؟ آخرین شاهکارتم خوندن روزنامه کیهان طرفدار غرب و پخش آن بین ایرانیان بوده او ادامه داد تا از اون ناسیونالیستای ایرانی ضد شوروی و دشمن کمونیسم و رژیم سوسیالیستی هستی به نظر میرسه که تو از زندان طبیعی در سیبری درس های لازم رو نگرفتی و هنوز از تبلیغات علیه ما دست بر نداشتی ما به تو کمک کردیم درس خوندی و دکتر شدی و الان در یکی از بهترین بیمارستان های جمهوری تاجیکستان کار میکنی چرا کارهایی ناشایست میکنیم. من اجازه سخن خواستم و جواب دادم که من روزنامه کیهان را خواندم ولی روزنامه پخش نکردم اکبری این روزنامه را از خانه من برداشت اینکه او روزنامه را به چه کسی داده است از خودش بپرسید با این اشاره به او فهماندم که شما او را خوب میشناسید گفتم در سانی. من به عنوان یک ایرانی حق دارم روزنامه کشورم را چه مخالف و چه موافق بخوانم مگر خود لنین که در غرب مهاجر بود روزنامه های موافق و مخالف را نمیخواند پس لنین ضد کمونیزم بود خارکوف گفت به لنین توهین نکن جواب دادم کجا به لنین توهین کردم؟ من از زندگی سیاسی لنین حرف میزنم. که مرا برای پنبه چینی به مرز افغانستان فرستادند من چه گناهی دارم؟ مگر من به مسئولین دستور دادم که مرا برای چیدن پنبه به مرز افغانستان بفرستند. من اصلا خبر نداشتم که آنجا نزدیک مرز افغانستان است. من هم مانند دیگر دانشجویان پنبه چیدم و بیمار شدم. یکی از علل بیماری من این بود که نزدیک ده سال در ماگادان بیگناه در سرمایه چهل تا شهست درجه زیر صفر کار کرده بودم و بعد هنوز بدنم جان نگرفته بود که باید در چهل پنجاه درجه گرما بی پول و مجانی کار می کردم. ما مثل اسب و گاب روی زمین لخت طویله دراز می کشیدیم. از هم و توالت و صابون خبری نبود. مگر من به هنگام پنبچینی سخندانی و انتقاد غیر واقعی کردم شما که کمونیست هستید چرا از انتقادات صادقانه من رنجیدید؟ پس از مدتی بحث انجام خارکوف گفت, گفت آخرین توصیه من به تو اینه که مواظب خودت باشی و در زم فراموش نکن که تو هنوز در اون پرونده جاسوسی تبرعه نشدی من شوکه شدم از اون پرسیدم چطور تبرعه نشدم؟ او گفت در اون کاغذ که در الگن اوگلن به تو دادند کلمه تبرعه نیست من اصلا در فکر رو به یاد چنین چیزی نبودم و مثل این بود که آن پدر سوخته کک در تن من داخت سرانجام با همین تهدید مرا مرخص کرد وقتی به خانه آمدم بیدرنگ به سراغ آن کاغذی رفتم که در الگن اوگلن به من داده بودند همسرم دید که پریشان احوال هستم پرسید تو را چه شده پاسخی ندادم و او مرا به حال خود رها کرد سرتان را به درد نیاورم کلمه به کلمه آن مدرک را ترجمه کردم و دیدم کلمه تبرعه در آن نیست در ترجمه چنین آمده بود پرونده جاسوسی شما با ماده شماره 54 ثابت نشد پرونده بسته می شود شما آزاد می شوید من همان شب در نامه ای به دادگاه نظامی مسکو نوشتم که کلمه تبرعه در حکم آزادی من نیست پس از چندی جواب نامه آمد پس از ذکر مشخصات و شماره پرونده من نوشته بودند که عطا الله صفوی تبرعه شد زیرا که جاسوسی وی ثابت نشد بار اول قبل از نطق خروشچف بود که خارکوف مرا تهدید کرده بود نطق تاریخی خروشچف پس از مرگ استالین در کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی دنیا را تکان داد او اولین کسی در جامعه شوروی بود که چهره حکومت استالینی را به خوبی فاش کرد گرچه خروشچف در دوره استالین دبیر اول حزب در جمهوری اوکراین بود و جنایت فراوانی در دوری او به وقوع پیوست اما با این همه او با افشاگری هایش خدمت بزرگی به بشریت کرد گویان روزی همسر استالین با شوهرش بگو مگو می کند و میگوید هم از تو ناراضی هستند و تنها کسی که احمقانه از تو دفاع می کند خروشچف است. اتفاقا همین مسئله سبب ارتقای خروشچف در حزب کمونیست شوروی می شود. من نطق کامل خروشچف را که در روزنامه ایزوستا خواندم زیر آن قسمت هایی که افشای جنایت استالین و قتل ها و کشتارها بود با قلم سرخ خط کشیدم در آن سالها هر روز ده ها هزار از تیر باران شدگان را که از حزب کمونیست بودند اعاده حیثیت می کردند تبره پس از مرگ ده ها هزار استخان تیر باران شدگان و قربانیان کشتارهای جمعی را در سراسر شوروی از گورهای جمعی در می آبدند. من روزنامه حاوی نطق خروشچف را برداشتم و به طرف کارگبه رفتم منتظر ماندم تا خارکوف از اتاقش بیرون آمد به طرفش رفتم سلام کردم و گفتم بفرما ضد کمونیست و مخالف حکومت شوروی را پیدا کردم پرسید کیست گفتم رهبر حزب کمونیست شوروی رفیق خروشچف او نگاهی به من کرد و گفت میدانم همش را خواندهام سومین بار سال 1358 بود که باز خارکوف مرا خواست جریان از این قرار بود که یکی از دوستان من عکس آیت الله خمینی را با نامه از ایران برایم فرستاده بود من این عکس را در ویترین گنز توی خانه گذاشتم کسانی که به عنوان دوست به خانه من می آمدند به خارکوف گزارش داده بودند که من عکس آیت الله خمینی را در اتاق پذیرایی نصب کردم هنوز هم نمیدانم که چرا اینقدر توسط خبرکشا تحت نظر بودم هیچ وقت نشنیدم که یک ایرانی مقیم دوشنبه این چنین تحت نظر باشد بگذاریم داخل اتاق خارکوف شدم او با من دست نداد و گفت که بنشینم ناراحت بودم نمیدانستم چه شده است نمیدانستم باز چرا کاگه به مرا خواسته است خارکوف گفت شنیدم که عکس خمینی را در ویترین اتاق پذیراییت گذاشته ای لابد به زودی را هم در خانه نصب میکنیم دیگر طاقت نیاوردم و گفتم مثل اینکه شما فراموش کرده اید که من شهروند شوروی نیستم آیا من نمیتوانم عکس رهبر انقلاب کشورم را داشته باشم در ثانی به نظر میرسد که شما از مواضع حزب کمونیست شوروی و حزب توده ای ایران بیخبر هستید دولت شما از سرنگونی دولت شاهنشاهی و به قدرت رسیدن آیت الله خمینی خوشحال است اضافه کردم من در مازندران متولد شدم در نزدیکی بهشهر در بالای کوه صفیاباد دستگاه رادار آمریکایی ها تا 300 کیلومتر درون خاک کشور شما را تحت پوشش خود قرار داده بود برای قدردانی از انقلاب ایران آیا شما باید مجسمه ای از آیت الله خمینی را در خاک کشورتان بگذارید یا من؟ آیا رفتن چندین هزار مستشار نظامی آمریکایی از ایران به زیان کشور شماست؟ کوتاه سخن گفت از حالت تهاجمی خارج شده اما به من تذکر داد که عکس را باید بردارم گاهی حرکات احمقانه کاگبه و شخص خارکوف موجب حیرت من می شد. خارکوف مهاجران ایرانی در واقع دوستانم را به سراغم میفرستاد. فقط یک نمونه میآورم آقای پیشواپور افسر توده در کتاب خاطرات خود جدال زندگی از زندگی نظامی حزب توده تا بازداشتگاه های سیبری نشر شیرازه تهران 1376 در رابطه با من اشاره کرده است. او سرانجام برای خودداری از ادامه همکاری با کارگبه به قرب رفت و دیگر برنگشت. از اینکه آقای پیشواپور اعمال نادرست خود را در رابطه با من در کتابش شجاعانه به نقد کشیده است به سهم خود سپاسگزار هستم. البته من از بازگویی و افشای گزارش دیگران علیه خودم خودداری می کنم. روزی پیش و پور همین افسر تودهی به محل کار من آمد. عینک سیاه من روی میز بود. او عینک را برداشت. با دقت بسیار با آن نگاه کرد و پس از مدتی بی آنکه چیزی به من بگوید رفت. او به دستور خارکوف به سراغم آمده بود و نمی بایست هم چیزی می گفت. بار دوم باز خارکف پیش و پور را به سراغم فرستاد. باز صحبت از عینک شد و او گفت که این چه عینک خوبیه و پرسید که از کجا آورده ام گفتم که این عینک را مادرم برایم از ایران فرستاده و یادگار اوست آن وقتا در شوروی عینک زدن مد نبود و عینک خیلی کم پیدا میشد فریتون عینک سیاهی از جیبش در آورده و به من نشان داد و گفت بیا اینک رو با هم عوض کنیم گفتم فریدون جان این عینک از وطن عزیز من ایران هست وقتی من این را به چشم میزنم و یا در جیبم است مثل این است که ایران ما من است یا من در ایران هستم به نظر می رسید که پیش و پور نتوانسته بود وظیفه خود را به خوبی انجام دهد و خارکوف بیشتر به شک افتاده بود این خارکوف احمق بار سوم پیشواپور را به سراغم فرستاد و او پس از صحبت های متورقه پرسید اتا اصلا تو چرا عینک میزنی؟ من بیخبر از همه جا به او گفتم آخه تو چرا به عینک من بند کردی؟ سپس گفتم فریدون تو میدونی سالها از عمر من به اتهام جاسوسی برای امپریالیزم در قطب شما در ماگادان در ظلمت و تاریکی گذشته آنجا هشت ماه شب و چهار ماه روز است من در اعماق معادن مشغول کار بودم شب و روز برایم فرقی نمیکرد یک سال اندی که در سیمچان در تبعید بودم به جبران سالهای زندگی در تاریکی برفهای قطب شمال را زیاد تماشا میکردم که کار درستی نبود نمی بایست به هنگام تابش آفتاب مدت دراز به برف تمیز و شفاف خیره شد وقتی به دوشنبه آمدم دیگر نمی توانستم به آفتاب نگاه کنم سالی چند بار چشمم خونریزی کرد البته حمله آن مرد که میخواست در اعماق معدن مرا خفه کند بی تاثیر نبود و همین سبب یک بار در زمان دانشجویی مرا از پنبه چینی معاف کردند و حالا هم تحت نظر پزشک هستم آخر سر به شوخی و تمسخر گفتم آره فریدون چه آسوس بودن این درد سرها رو هم دارد این دوست و هموطن عزیزم دیگر به سراغم نیامد البته من می دانستم فریدون با کاگبه برو بیا دارد. فریدون پس از مدتی از روی آگاهی از ادامه همکاری با کاگبه امتناع کرد. دوست گرامی علت قطع رابطه این افراد با کاگبه با وجود خطرات گوناگون در خور تعمق و قابل بررسی است. گرچه من از کسانی که با کاگبه همکاری می کردند متنفر بودم اما با این همه نباید به انسان یک بعدی نگاه کرد ای روزگار من چه که ندیدی در همان زمانی که امثال پیشواپور از کاگه به می افراد دیگری که زمانی چوب استقلال خود را از کاگبه میخوردند از در تسلیم وارد شدند باری کاگبه پیشواپور را به اتهام جیببری تحت فشار قرار داد او برای خلاصی از دست کاگبه چند روزی در زیر مجتمع مسکونی خود را زندانی کرد و سپس با وجود همسر و دو فرزند برای فرار آزم مرز ایران شد اما در مرز دستگیر شد به چند سال زندان محکومش کردند و مجددا به اردوگاه کار فرستادندش بنا پیشنهاد محمد روزگار دوستان هر ماه پولی جمع می کردند و برای گذران زندگی در اختیار همسرش میگذشتند همسر او بیمار بود بیچاره با دو کودک نمیدانست چه کار کند من همسر فریدون را در بیمارستان خودم بستری کردم و گواهی نوشتم که ماشا همسر فریدون در خطر مرگ است او این گواهی را برای رئیس اردوگاه فرستاد که اتفاقا تا حدودی موثر واقع شد هنگامی که پیشواپور به بهانه جیببری دستگیر شده بود رادمنش با ماکریاک مسئول ایرانیان مهاجر مقیم شوروی در دوشنبه بود چند نفری از ما به خاطر کمک به پیشواپور در محل کمیته مرکزی حزب در تاجیکستان جمع شدیم با اینکه افراد خبرکش در جمع ما حضور داشتند رو به رادمنش کردم و گفتم تمام داستان دستگیری پیشواپور از قبل تنظیم شده بود و علت این است که در این اواخر او همکاری با کاگب را قطع کرده بود رادمنش به حرف من روی خوشی نشان نداد اما چون او مرا آدم ساده و بیشیل پیله دید به کناری کشید و من آنچه می دانستم با صداقت و توضیح بیشتر برایش شرف دادم و حتی پارو فراتر گذاشتم و از زندانی بودنم در اردوگاه های مگادان برایش گفتم رادمنش مرا من ساده حساب میکرد و بدون رد و یا تأیید حرفایم را به خصوص در باره اردوگاه های استالینی مشتاقانه گوش می کرد. باری خارکو پس از فروپاشی شوروی به مسکو رفت و دیگر او را ندیدم. تلاش برای بازگشت به ایران در دوری حکومت مهندس بود که شادروان زربخت به من تلفن زد و گفت دوزی یکشنبه شنبه بیا برای بازگشت به ایران به نخست وزیر و آیت الله خمینی نامه بنویسیم دیدم فکر خوبی است در این زمان اعضای کمیته مرکزی و جمعی از کادرهای حزب توده با کمک کیانوری به ایران رفته بودند اما به درخواست من و امثال من پاسخی داده نمیشد وقتی از مقامات پرسیدیم چرا به افراد خاص ویزای خروج از شوروی داده شد اما ما جواب منفی میگیریم جواب این بود که زیرا حزب توده حزب برادر از ما برای افراد معینی ویزای خروج خواست البته تنها کاندیدهای معرفی شده از طرف حزب توده نبودند بلکه مقامات شوروی برای تعدادی از ما بهتران نیز ویزای خروج دادند و تا آنجا که من اطلاع دارم تنها چند نفری با ابتکار و امکانات شخصی به ایران رفتند ما ماندیم در این کشور قریب کش قربت و دوری از وطن روح و روان من را نابود کرده بود و حال انقلاب ایران نور امیدی در دل ما تابنده بود. خانه زربخت خانقاه و پناهگاه تمام ایرانیان مهاجر دوشنبه بود. این بار هم خانه یک اتاقه او پر شد. دیدم چند خبرکش هم در جمع ما حضور دارند. من زربخت، حسن علی و اکبر واقبان هر کدام نوشته خود را در جمع حضار خواندیم و سرانجام به نتیجه واحدی رسیدیم اما عده از حاضران از کاگبه و مقامات تاجیکستان ملاحظه داشتند و گفتند بهتر است که این نامه را ترجمه کنیم و در اختیار آنها بگذاریم جواد دخیلی گفت که دوستی دارد که مسلط به زبان روسی است وقتی جواد میخواست برود به او گفتم جواد متن نامه باید دقیق و بدون کم و زیاد ترجمه بشود سرانجام پس از مدتی جواد پیدا شد و متن روسی را با این مضمون برای من خواند به نام نامی حزب کمونیست شوروی ما ایرانیان مقیم دوشنبه با کمک و یاری و محبت های بیدریق حزب کمونیست شوروی با سواد شدیم مهندس و دکتر متخصص شدیم استدعا میکنیم به ما و کمک کنید که به کشورمان ایران بازگردیم من دیگر طاقت نیاوردم و به سرش داد زدم که جواد مگر من به تو نگفتم که چه در نامه هست همان را ترجمه کن و از بلند شدم و با عصبانیت رو به شاد روان زربخت گفتم تو بازم میخوای سیاسفید سرخ و سبز از موافق و مخالف سوپ درست کنی من این نامه را امضا نمیکنم و با عصبانیت در رو به هم زدم و از خانه خارج شدم پس از رفتن من جمع پس از گفتگوی مختصری از هم پاشیده بود مدتی گذشت باز زربخت به من تلفن زد و گفت حالا دیگه سیاسفید رو جمع نمی کنم فقط بچه های خودمون رو خبر کردیم بیا ببینیم چیکار کار میتونیم بکنیم به خونی او رفتم و باز یکی دو نفر از خبرکش ها رو در جمع دیدم آهسته به زربخت گفتم باز تو اینا رو دعوت کردی؟ او گفت اینا خودشون اومدن اما اتا جون اگه میخوای پای ما به کشورمون برسه نباید خود رو در مقابل این گرگها و روباها بذاری حرفش را قبول کردم باری ما همان نامه را به شکل بهتر نوشتیم پولی جمع کردیم و اکبر باغبان و علی را روانی مسکو کردیم در مسکو بین آن دو بحث و دعوا می شود یکی نامه را به سفارتخانه و آن دیگری نامه را به تبا تبایی مسئول ایرانیان مهاجر در شوروی و نیز به یکی از مقامات شوروی به نام ماکریاک می رساند. وقتی آنها به دوشنبه برگشتند علی اکبری باغبان را متهم کرد که او به سفارتخانه ایران نرفته و از جای دیگر سر در است بین آنها در خانه زربخت کار به زد و خورد کشید پس از مدتی تباتبایی به دوشنبه آمد او به تمام ایرانیانی که خواهان بازگشت به ایران بودند پرسشنامه‌ای در چهار صفحه به سبک ارگانهای شوروی داد یکی از سوال این بود وقتی به ایران بروید کجا می خواهید زندگی بکنید؟ از من ایرانی می که در کجای ایران میخواهم زندگی کنم؟ باری از این راه به جایی نرسیدیم اما یک بار البته مدت پیش از آن پیشنهاد سفر به خارج به من کرده بودند یاد دارم جنگ سختی بین سلطان قابوس و مخالفان در زفار جریان داشت مخالفان سلطان قابوس طرفدار شوروی بودند شاه ایران ارتش ایران را برای سرکوب مخالفان سلطان قابوس روانه امان کرد در گرما گرم جنگ روزی به هنگام عصر شادروان اکبر شاندرمنی به من زنگ زد و گفت بیا سر خیابون به تو کار دارم پرسیدم چرا خونه نمیایی؟ او جواب داد که نمیخواهد در خانه صحبت کند در خیابان به دیدن شاندرمنی رفتم او گفت همطور که خودت میدونی جنگ سختی در عمان در جریانه بسیاری از کمونیستا و آزاری خان در عمان از نبود جراح متخصص و کمک اولیه در عذابند از بالا دستور اومده که کسی رو به عمان بفرستیم من تو رو از طرف حزب توده کاندید کردم فردا به من بگو که آیا حاضری بری یا نه در ضمن این مسئله بین من و توه کسی نباید بفهمه از وی جدا شدم به خانه آمدم و خیلی سریع به دلایلی روشن تصمیم گرفتم به عمان نروم نخست این که ماهیت هر جنبشی که الهام بخش آن کشور شوروی باشد برایم غیر قابل قبول بود دوم اینکه این جنگ به من ایرانی مربوط نبود دلیل سوم هم اینکه نمیخواستم خود را برای چیزی که به آن اعتقاد نداشتم در جهت امیال و سیاست شوروی مفتم از جانی نابود کنم فردای آن روز زنگ زدم و گفتم که نمیتوانم به آنجا بروم شاندرمنی جواب داد خیلی خوب مسئله حل شده سالها گذشت در ایران انقلاب شد شاندرمنی به ایران رفت اما پس از چهار سال به دنبال یورش و دستگیری رهبری حزب توده ایران او بار دیگر به شوروی مهاجرت کرد من از او گلایه کردم و گفتم شما از من خواستید به عنوان پزشک متخصص روانی عمان بشوم اما پس از انقلاب به من کمک نکردید به ایران بیایم و به کار پزشکی بپردازم او جواب داد من تصمیم گیرنده نبودم با این حال رابطه من و شاندرمنی خوب بود او آدمی معتقد و شوروی دوست بود و سادگی های باور نکردنی در اعتقاد او نسبت به شوروی وجود داشت اما خودفروش نبود صاحب شخصیت بود اگر چیزی با فکرش نمیخواند حتی به خواست مقامات هم به آن تن نمیداد اما درگیر هم نمیشد مقامات شوروی بارها او را مجازات کردند طبیعت سالمی داشت و من او را دوست داشتم در پایان و عمرش او را جراحی کردم سپس به مسکو رفت در آنجا درگذشت و متاسفانه ناگفته های بسیاری را با خودش برد داشتم از تلاش برای بازگشت به ایران میگفتم زمان میگذشت و ما در حضرت وطن میسوختیم با وقوع انقلاب فقط چند نفری از ما بهتران روانی ایران شدند من پس از انقلاب به مدت دو سال پی در پی به سفارتخانه ایران در مسکو نامه نوشتم اما جوابی نرسید هنگامی که جنگ ایران و عراق در جریان بود طی نامه ای پر از شور و احساس نوشتم حاضرم برای دفاع از خاک کشور عزیزم با این سن و سال آزم جبهه جنگ بشوم تا دین خود را در قبال کشورم ادا کنم و مشتاقان منتظر جواب نام هستم اما این آقایان برای یک بار هم شده جواب ندادند. من انتظار داشتم کارمندان وزارت امور خارجه ایران پس از انقلاب حداقل بدتر از کارمندان سابق نباشند نمیدانم چه کسی نامه های مرا میخواند هر کسی که بود من هرگز او را نمیبخشم در آن زمان احساس چند به من دست میداد گویی من نه با کشورم بلکه با یک چاروادار سرطویله ناصر دینشاهی شاهی طرف هستم جنگ ادامه داشت هر روز با عصبانیت اخبار ایران را دنبال می کردم روزی بوین مفسر و گزارشگر پرنفوز و صاحب نام شوروی که به معیار آن روزی مستقل بود در یکی از گزارش رسمی از تلویزیون مسکو لحن جانبداری از اراق به خود گرفت نامه اعتراضی به وی نوشتم او به من جواب داد و از من به خاطر انتقادم تشکر کرد وقتی که من برخورد این مفسر را با کارمندان سفارت ایران مقایسه کردم عرق سردی بر پیشانیم نشست من هنوز هم جواب نامه ایشان را در آرشیو خود دارم او یهودی بود و بعدها سفیر شوروی در اسرائیل شد اما من ولکن معامله نبودم پس از دوندگی بسیار در سال 1981 از صلیب سرخ شوروی ویزای خروج از شوروی را گرفتم و برای ویزا از ایران با نامیدی آزم مسکو شدم در جلو در سفارت ایران در مسکو مداره من توسط مأموران شوروی بازرسی شد و سرانجام وارد اتاق انتظار سفارت شدم یکی از کارمندان سفارت با حالتی تحقیرآمیز به طرفم آمد جواب سلامم را نداد و حتی با من دست هم نداد شاید فکر میکرد دستش را چرا نجس کند او ریش داشت و تسبیحی در دست میگرداند گرچه من سن پدرش را داشتم اما با من مثل دشمن حرف میزد هنوز دهانم را باز نکرده بودم که او مخالفت با من را شروع کرد قلبم فشرده شد خود را هر طور شده کنترل کردم و از وی پرسیدم که آیا می توانم سفیر را ببینم او قیافش را ترش کرد و گفت ناخر نمی شود. باز تلاش کردم دل او را به دست آورم گفتم پسرم من چند سال با عنوان جاسوس ایران در خود به شمار در اردوگاه و زندان بودم چه هایی که نکشیدم من عاشق کشورم هستم از تو خواهش میکنم مرا از این کشور قریب کش نجات بده من عضو حزب توده نیستم فقط میخواهم به عنوان یک شهروند ایرانی به کشورم بازگردم حاضرم به با عنوان جراح آزم جبهه جنگ بشوم دیدم او حتی برای حفظ ظاهر هم که شده با من ازار هم دردی نمی کند. یک لحظه احساس کردم گلوله های تحقیر بدنم را سوراخ سوراخ کرد برای رفتن به وطن چقدر توسط بیگانه زجد کشیدم حالا هم باید در مقابل این هموطن جوان اما نفهم که شعورش از حد یک شاگرد قهوه هم کمتر است تحقیر بشدم آخرین توفه ها را چه کسانی به عنوان نماینده کشورم به خارج فرستادند. از طرز برخورد او سرم گیج رفت و خیلی ناراحت شدم سرانجام نیز مرا دهک کرد از سفارت که خارج شدم اشک از چشمانم سرازیر شد به احساسات من زخمی چنان ضربه کاری خورده بود که قادر نبودم خود را کنترل کنم احساس عجیبی داشتم انگار من فلک زده برای فرار از بدبختی بیشمار به مادر پناه آورده بودم و او مرا از خود رانده بود جلو در سفارت عکس آیت الله خمینی نصب شده بود نگاهی به عکس کردم و در دلم گفتم شاه رفت شما تشریف آوردی و نمیدانستم سرنوشت ما ایرانیان اسیر در شوروی چه خواهد شد پس از دو روز به خود آمدم و تصمیم گرفتم به برلین بروم خود را به آب و آتش زدم و پس از کلی دوندگی و درگیری با هزار بدبختی و موانع بیشمار و کاگه به و صلیب سرخ سوم اوت 1981 به برلین رفتم و به خانه حال خانم عزیز دختر آقای زربخت وارد شدم فردای آن روز آزم سفارت ایران در برلین شدم ولی صدر چندی پیش از آن از ایران فرار کرده بود عده زیادی از جوانان را هر روز در خیابانهای ایران میگرفتند و بعدا در دادگاه های سرپایی اعدامشان میکردند. معلوم شد همان روز دانشجویان به سفارتخانه ایران در برلین حمله کرده و در و پنجره آن را شکستند و چندین نفر در زد و خورد زخمی شده اند. گرچه با هر بدبختی بود وارد سفارت شدم اما در آن شرایط کاری نمیشد کرد و نتیجه ای نگرفتم مدت دوازده روز مهمان خانم حاله نازنین بودم که با مهربانی مرا بسیار شرمنده کرد. او خانه اش را در اختیار من گذاشت خود نزد دوستانش رفت و هر روز صبح برایم غذا می آورد. دوازده روز پی در پی به سفارت ایران مراجعه کردم اما پلیس آلمان راه ورود به سفارت را بسته بود و اجازه نمیداد کسی وارد شود. طبق معمول ماه و خورشید و فلک در کار بودند تا همه درها به روی عطا بسته شود خدا یعنی که سرنوشت شومی است که من دارم هرچه برای رفتن به ایران تلاش می کردم. تمام عوامل و عناصر دست به دست هم می دادند تا مانعی بر سر راه من به وجود آورند آن از سفارت ایران در مسکو و این هم سفارت ایران در برلین روزی با چند نفر از دوستان به دانشگاه رفتم. دانشجویان دختر و پسر مشغول بحث و جدل بودند. از سخنان آنها فهمیدم که متعلق به سازمان های فدایی خلق، پیکار، مجاهدین و حزب توده هستند. متوجه شدم که پاهای آنان روی زمین نیست و در عالم خیال در پروازند. غم تمام وجودم را فرا گرفت. یکی از آنها با چنان شور و حرارت و تعصبی از شوروی تعریف می کرده که حاضر بود طرف مقابل خود را پاره پاره کند. با احتیاط از او پرسیدم از کجا می دانی که حرفای تو در مورد شوروی درست است؟ با قیافه ای حق به جان پاسخ داد. پدر در خط امپریالیزم که نیستی؟ پیکاری ها به رهبران شوروی ناسزا می گفتند و متهمشان می کردند که آبروی سوسیالیسم را بردهاند. و گویا پس از مرگ استالین حزب کمونیست شوروی اپورتونیست شده و به رویزیونیسم رو آورده است حالا بیا این حرفا را از جوانان هموطن بشنو و آرام بگیر و فکر نکن در دو هفته که در برلین بودم امپریالیزم آلمان را با سوسیالیزم شوروی مقایسه می کردم فرق این دو سیستم به خوبی برای مشخص می شد در باجه های روزنامه فروشی روزنامه های مخالف و موافق به فروش می رسید. روزی به فروشگاهی چهار طبقه رفتم سرم سود کشید. اگر این فروشگاه در شوروی بود دست کم چهار هزار کارمند لازم داشت تا مردم اجناس را کش نروند. روزها مثل باد میگذشت امیدی به ورود مجدد به سفارت و رسیدگی به کار من نبود و پولم ته کشید. حال خانم هم با آمدن من سرگردان شده بود تنها رایی که به نظرم رسیدیم بود که به پیش و نامه بنویسم از او کمک بخواهم او بیدرنگ پاسخ نامه مرا داد و نوشت که اتا جان متاسفانه در موقعیتی نیستم که بتوانم به تو کمک کنم شاید به خاطر کاگه احتیاط می کرد به هر روی راهی جز بازگشت برایم نماند آرزو مرد جوانی رفت و عشق از دل گریخت غم نمیگردد جدا زین بار سنگینم هنوز با دلی پر از درد با چمدان کوچکم روانه شوروی شدم در مرز برست هنگام ورود به از لهستان به شوروی مرا برای بازرسی به اتاقی بردند علاوه بر چمدان همه جای بدنم را گشتند آخر سر گفتند که برهنه شوم نمیدانم دنبالش چه بودند سرانجام از دستشان خلاص شدم پس از رسیدن به مسکو خواستم برای دوشنبه بلیط بخرم در خیابان مسکو ناگاهان همسرم و پسرم آرمان را دیدم که برای اولین بار با توریست های تاجیکستان به دریای سیاه رفته بودند همین که به دوشنبه رسیدم خارکوف خبرکش های خود را که عبارت بودند از نصیب عبدالله و دخیلی به سراغم فرستاد در اوایل افراد خبرکش افسون بر چشم داشت مادی اعتقادی هم به شوروی و کار خود داشتند ولی پس از گذشت سالهای متوالی دیگر اعتقادی در میان نبود و فقط دنبال به دست آوردن امکانات حقیر بودند اولی در ظاهر کمونیست دو آتشه بود و حالا مسلمان دو آتشه شده است دومی عبدالله قصاب بود و پول زیادی داشت در قصابی های شوروی یک عکس بزرگ و زیبا از اندام گوسفند ران سینه گردن و غیره با ذکر بهای هر قسمت نصب شده بود اما قصاب ها بدون ترس و لرز و البته با کنار گذاشتن سهم رؤسا گوشت را به دو برابر بر قیمت به مردم می فروختند. این شغل پردرآمد را به سبب همکاری و خبرچینی به عبدالله داده بودند. او اغلب به مسکو تاشکند و باکو سفر می کرد و سرانجام در یکی از بیمارستان های مسکو به طور مشکوکی درگذشت. سومی هم دخیلی بود که با دیگر خبرکشا تفاوت داشت. او در سال 2000 درگذشت. کسی نبود ویلا به خاک بسپارد. من و رحیم فاضلپور و محمدیان دفنش کردیم. اکنون تنها یادگار ایرانیان مهاجر پس از این همه فراز و نشیب همین قبرستان دوشنبه است هر کدام از خفتگان این قبرستان با اعمال زشت و زیبا با دنیایی از درد و رنج و دریایی از حرف های نگفته آرام خفته این خفتگان ادالت خواهانی بودند که قربانی مدعیان نادرست راه ادالت شدند و هر کدامشان سرنوشت قمنگیزی یافتند. اکنون وقتی به قبرستان سر میزنم با دیدن نام خفتگان بر سر هر قبری پایم بی اختیار به زمین می چسبد. خاطرات تلخ و شیرینی که از رفتارها و کردارهای زشت و زیبای آنها دارم مثل سریال های تلویزیونی از مقابل چشمم می گذرند. ناگاهان متوجه می شدم که ساعتها در عالم خود غرق بودم و سپس راهی خانه می شوم. بازگشت همچنان به فعالیت خود برای رفتن به ایران ادامه می دادم. نامه به سفیر ایران در مسکو نوشتم. از خواهر و پسرم و دوستانم خواستم که آنها نیز از ایران برای بازگشت من هر آنچه از دستشان بر می آید به آورند. سرانجام از سالها دوندگی و عذاب و غم و اندوه آرزوی چهل سال ام برآورده شد و در مرداد سال 1367 از سرکنسولگری ایران در باکو برای رفتن به ایران جواب مثبت گرفتم. نزدیک بود از شادی سکته کنم. خبر در دوشنبه مثل بوم ترکید. تمام دوستان در خانه هم جمع شدند و جشنی برپا شد. من و همسرم ویزای خروج از شوروی را از آویر در گذردامه دریافت کردیم. در ویزای خروج ما قید شده بود که باید از مرز جلفا وارد ایران بشویم ما آماده سفر باکو می شدیم دوست عزیزمان آقای احمد محمدیان تصمیم گرفت که ما را تا باکو مشایعت کند و ضمنا در صورت امکان برای رفتن خودش به ایران با کنسول ملاقات و مشورت کند آزم باکو شدیم محمدیان من و همسرم را به دوست جوانش که دارای همسر و فرزند بود برد خانه دوست محمدیان یک اتاقه و از شهر دور بود. این جوان هموطنه با معرفت آن چه در امکان داشت از ما مزایقه نکرد. چند ماه قبل از حرکت پسر امویم سید عباس نشانی فامیل همسرش را که در باکو زندگی میکرد برایم نوشته بود. سری به خانه ایشان زدم همین که خودم را معرفی کردم خانم خانه ناتوان خانم با مهربانی و لبخند ما را مثل عزیزان خود پذیرفت خانی آنها بزرگ و سه اتاقه بود ما با رضایت ناتوان خانم و شوهرشان به آنجا کوچ کردیم فردای آن روز با آقای محمدیان به کنسولگری ایران در باکو مراجعه کردیم در مقابل کنسولگری طبق معمول جلو ما را گرفتند و مدارک من را بازرسی کردند تا به ما اجازه ورود بدهند بند دلم پاره شد سرانجام وارد کنسولگری شدیم برخلاف معموران سفارت در مسکو سرکنسول باکو با مهربانی ما سه نفر را به اتاقش راهنمایی کرد برای من چای آوردند او مدارک که من و همسرم را نگاه کرد و آخر سر به من گفت شما و همسرتان میتونید برای ایران بلیط بخرید از شنیدن این حرف احساسی وصف ناشدنی به من دست داد با خوشحالی از اتاق سرکنسول بیرون آمدیم او ما را داد دم در بدرقه کرد از کنسولگری که بیرون آمدیم بیدرنگ به ایستگاه راه آهن رفتیم و دو بلیط برای باکو تا جلفا گرفتیم قطار مسکو ساعت دوازده و بیست در باکو توقف می کرد. بیست اسفند شب هنگام راسم شوهر ناتوان خانم به همراه محمدیان من و همسرم را به ایستگاه راه آهن رساندند و رفتند. سری به توالت راه آهن زدم بهتر از چیزی نگویم یکی نیست به اینها بگوید شما که میتوانید سفینه به فضا بفرستید چرا ارزه سر و دادن به توالت های عمومی را ندارید شب انگام بیست سی سگ ولگرد و گرسنه مشغول او, او و جنگ و دعوا بودند گربه ها حتی بیشتر از سک ها بودند من و مایا از ساعت هشت تا یازده شب منتظر ماندیم در سالن انتظار راه آهن به سبب زیادی مسافران جایی برای نشستن نبود. سندلی ها کهنه و کثیف بود. ما همچنان منتظر بودیم. ساعت یک و نیم شب بود که بلندگو گفت قطار شماره 92 آمد. این نوع نامگذاری شماره ای یادگاری از دوره استالینی بود و به ما نگفته بودند و ما نمیدانستیم که قطار شماره 92 در واقع اسم رمز قطار مسکو تهران است. در نتیجه ما عکس عملی نشان ندادیم. قطار آمد و رفت و ما همچنان با نگرانی منتظر قطار ماندیم. ساعت دو شب فقط او او سگها سکوت شب را می شکست. ساعت چهار شب شد. از خود می پسیدم که چرا قطار نیامد؟ به هر کجا رفتم که از کسی بپرسم دیدم همه جا بسته است. صبح شد و آخر سر بازی بلیت فروشی باز شد پرسیدم قطار مسکو تهران چه شد گفت رفت چطور رفت پس چرا من از بلندگو اصلا حرف تهران نشدیدم؟ او جواب داد که این قطار با شماره 92 خوانده می شود. به پلیس مراجعه کردم. مسئولش مرد روسی بود. با عصبانیت ماجرا را شهر دادم و او بدون اینکه به دقت به حرف من گوش دهد گفت تا خواب موندی؟ من بیشتر عصبانی شدم و دیگر نتوانستم خود را کنترل کنم گفتم ای بی این چه حرفی است پس از چهل و یک سال غربت و مهاجرت و زندان و بدبختی مگر خواب به چشم آدم می آید. اصلا در این ایستگاه کثیف که جای نشستن نیست چگونه می شود خوابید حتی پاک عزیز قطار دیگر رفته بود بیا و خودت را جایی من بگذار به سبب تقیان روحی اشک از چشمانم جاری شد و این بار نیز پس از گریه آرامش خود را به دست آوردم. همسرم مرا دلداری میداد نمیدانستم چه کار کنم. یکی گفت تاکسی بگیرید و به دنبال قطار بروید. آن دیگری گفت چرا مزخرف میگویی با این همه تأخیر نه تنها به قطار نمیرسند بلکه کلی هم باید پول تاکسی بدهند. اهالی محلی از اینکه فهمیدن به ایران میروم کنج کاف شدند. انگار به مکه میروم به من دلداری میدادند. سرانجام یکی خود را به من رساند و گفت من ایرانی لو اس هستم برف کسی گوش نکن تو راه دیگه ای نداری جز اینکه با قطار بعدی مسافرت کنی دیدم حرفش منطقی است قطار مسکو تهران هفته یک بار رفت آمد میکرد فکر کردم حالا این یک هفته را کجا باید ماند برایم سخت بود که یک هفته دیگر مهمان ناتوان خونم باشم در تمام عمر نمیخواهم و نخواستم مزاحم کسی بشوم استاد جراح من که او هم زندانی دوره استالینی بود میگفت انسان متمدن و با فرهنگ مزاحم کسی نمی شود. در نزدیکی ایستگاه راه آهن یک هتل بود. از کارمند هتل پرسیدم قیمت اقامت یک شب چقدر می شود. او به من نگاه کرد و فهمید که قریبه هستم. گفت تختی سی روبل می شود. در صورتی که قانوناً حق نداشت بیش از سه یا چهار روبل بگیرد. از هتل بیرون آمدم و ناگزیر به ناتوان کنم تلفن زدم او فکر کرد که از جلپا زنگ میزنم به او گفتم که من از راه آهن باکو زنگ میزنم و جریان را شهر دادم وزیر امور داخله این خانواده مهربان که ناتوان خانم باشد از ته دل و صادقانه به من گفت همونجا باشید جوارم و راسم رو به دنبال شما میفرستم ما یک هفته دیگر مهمان این خانواده شدیم من ناراحت بودم چون عزیزانم در ایران در سال نو منتظر من بودند راسه مرتبه برای پیش دوستان خود می برد که سرم گرم شود و دلتنگی نکنم. اتا همین جان همی الان که داشتم به تو نامه می نوشتم که زنگ تلفن شما مرا از جایم بلند کرد. از اینکه در این دیار غربت به یادم هستی از تو متشکرم. دوست عزیز شاید صدها نفر از من خواسته بودند که خاطراتم را بنویسم اما حال حوصلهاش را نداشتم نمیدانم حرف تو در من چگونه اثر کرد حال با نوشتن خاطرات خود در این ایام پیری احساس آرامش می کنم و فکر می کنم که بار سنگینی از دوشم برداشته می شود. این خاطرات را به عشق وطن عزیز و برای عبرت جوانان هم, هم می نویسم که اشتباهات ما را تکرار نکنند که بدانند که نسل قبلی چه کشیدند. اما این را هم بدانند که یادآوری گذشته و نوشتن خاطرات در این سن و سال آسان نیست. این یادها گاه انسان را به شدت غمگین می کند و گاه لرزان و گاه نیز همچون خنجر قلب فرسوده را پاره می کند. می خواهم به جوانان نشان بدهم که چگونه انسان فداکار بر اثر تبلیغات شوم و زهرالود شوروی محو و نابود شدند. تمام بدبختی های ما و حزب توده از اینجا شروع شد که فکر کردیم با اتکا به شوروی میتوان به عدالت و آزادی رسید باید گفت نه تنها شوروی بلکه کشورهای متمدن و پیشرفته هم برای ما آزادی و عدالت به ارمغا نخواهند آورد ملت ایران در اساس باید به خود باوری برسد به باور من دموکرات ترین کشورها هم به منافع کشور خودشان بیش از مسائل حقوق بشر پایبند هستند و هرگاه منافعشان ایجاب کند در سیاست خارجی به توسعه طلبی سیاسی و اقتصادی روی می آورند. عزیز، سعی من این است که بیشتر از خودم بنویسم. لابد متوجه شده ای که نمی خواهم نامونشان همه افراد را بیاورم و بنویسم چه کسانی به خود فروشی و همکاری و خبرکشی رو آوردند. دلیل اصلی من این است که نمی فرزندان بیگناه آن افراد خود را به خاطر کردار و رفتار پدرانشان خار و زلیل احساس کنند. البته دلایل همکاری گوناگون بود. فقط افراد کمی بودند که صمیمانه و به سبب اعتقاد با کاگبه همکاری می کردند. و با اینکه وضع سامانی داشتند، پولی از کاگبه دریافت نمی کردند. اینان در واقع برای پول خودفروشی نمی کردند و دروغ هم گزارش نمی دادند. اما از دست انسان های فرصت طلب و توهی از شخصیت انسانی. پس از مرگ استالین با تمام سختی ها و فشارها امکان این بود که با کار و زحمت به دست آورده و علیه دوستان و کشور خود جاسوسی نکرده. اما افراد در شرایط وانفسا و خاص دست به چه کارهای کسیفی که نمیزنند. در زمان ما این افراد هموطنان و هم سابق خود را با گزارش های راست و دروغ می فروختند. دوستان شور وقت آنها خون جگر می خوردند. ولی آنها طلا و کریستال جمع می کردند. ماشین میخریدند، شب و روز عرق خوری می کردند. علاوه بر همسر دارای چندین معشوقه بودند. هر سال چندین بار به استراحتگاه های قفقاز و کنار دریای سیاه میرفتند. سالی یک یا دو بار مخفیان توسط کاگه به روانی ایران می شدند. بیشتر آنها نیز علیل و زلیل می مردند. موقع مرکت تا کسی پیدا نمی که آنها را دفن کند. روزی همسر یکی از آنها به من زنگ زد و خواهش کرد که کمک پزشکی کنم. وجدان پزشکی من اجازه نمیداد که جواب منفی بدهم. این آدم بارها علیه من و کسان دیگر گزارش داده بوده. دیدم مچ دستش را محکم بسته و دستش را باز نمی کند. از همسرش سبب آن را پرسیدم. همسرش گفت که او در مچ دستش پول پنهان کرده است. این آقا همونطور هم مرد. جسدش را چند روزی در مریض خانه ها نگه داشتم تا اینکه برادرش از ایران آمد و او را دفن کرده. از این حرفا می گذرم و دنباله نامه قبلی را می گیرم. راسم شوهر ناتوان خانم بعد از یک هفته دوباره ما را به ایستگاه راه آهن برد قطار شماره 99 آمد سوار قطار شدیم و قطار پس از 20 دقیقه به حرکت درآمد مگر می شود به قلم آورد که چه حالی بودم باورم نمی شود که عطا به وطن می رود مسافر کم و شب تاریک بود در خاک میهن پس از چهل و یک سال و سد روز در بیست مارس هزار وارد خاک وطن شدم. تمام شب چشم بر هم نگذاشته بودم پرهیجان ترین لحظات تمام زندگیم بود. هیچ وقت به چنین حالتی دچار نشده بودم. همانند عارفان مشرق زمین قرق در عالم روحانی خود بودم. قطار از کنار مرز آذربایجان ایران و ارمنستان به موازات رودخانه عرس میگذشت. سه ردیف سیم خاردار و در فواصل معین برج های دیدبانی دیده میشد. شد. خاطره تلخ برود به شوروی را به یاد آوردم. به جلفای روسیه رسیدیم. همه مسافران با وسایل خود از قطار پیاده شدیم و برای تفتیش به سالن گمرک رفتیم. مأمورین گمرک همچون شغال به جان مسافران افتادند تمام مدارک تحصیلی و حتی پنجاه روبل مرا گرفتند هرچه التماس کردم نتیجه نداد گفتند که برای بردن مدارک اجازه ارگانی در باکو لازم است جروبست دیگر فایده نداشت از آخرین گردن هم گذشتیم و وارد جلفای خودمان شدیم بکشای لب که قند فراوانم آرزوست قطار وارد ایستگاه راه آهن جلفای ایران و سپس از راه آذربایجان راهی تهران شد. ساعت دو بعد از ظهر وارد ایستگاه راه آهن تهران شدیم. از قطار پیاده شدیم و کسی را ندیدیم. به مایاب گفتم اینجا باش الان برمیگردم. وارد سالن بزرگ ایستگاه راه آهن شدم. جمعیت زیادی در سالن بود و بیشتر آنها را زنان با چادرهای سیاه تشکیل میدادند. دیدن این همه رنگ سیاه برایم جذاب نبود تا آنجایی که میدانم در فرهنگ ایران رنگ سیاه رنگ ماتم و عذاست زنان روی آسفالت نشسته بودند از سالن رد شدم که به محوطه بیرونی راه آهن بروم وقتی جلو در ورودی یکی از سربازان مرا تفتیش بدنی کرد تعجب کردم نگاهی به بیرون انداختم دیدم از درختان زیبا و گلها و رستوران بنفشه آن زمان خبری نیست همین که بیرون آمدم از شدت آلودگی هوا چشمانم پر از اشک شد از در و دیوار بوی بنزین و گازوئیل می آمد. کمی ایستادم ولی دیگر طاقت نیاوردم وقتی خواستم دوباره به سالن برگردم آن سرباز همین که چشمش به من افتاد فریاد زد چیه هی میری هی میای مگه بیکاری نگاه معنی داری به صورت سرباز خست انداختم. آرام گرفت. باز یک دستی به بدنم زد و ولم کرد. مانده بودم چه کار کنم. ناگزیر وارد اتاق کارکنان راه آهن شدم و به مسئولشم گفتم من از خارج اومدم پول خورد ندارم. اگه لطف بفرمایید زنگی به دوستانم بزنم. او تلفن را در اختیار من گذاشت. به دوست همکلاسی و هم دانشکده خود علی تاهری زنگ زدم. خانمش مرا شناخت و گفت اتا جون علی در راه جایی نرو همین که پیش مایا برگشتم دیدم سه جوان پیش مایا ایستادند و در حال برداشتن ها هستند همین که نزدیک شدم یکی از آنها از من پرسید اما اتا شما هستین با جواب مثبت من به نوبت مرا در آغوش گرفتند غرق بوسه کردند و گفتند ما دو پسر سید دباس هستیم و ایشان هم داماد ماست آمده شما را با خود به خانه ببریم تا دوستان شما نیامدهاند ما باید شما را بدزدیم وگرنه بابا ما را خفه می کند. هیجان زده بودم همین که ماشین به راه افتاد به یاد آوردم که علی در راه آمدن به ایستگاه راهان است و باید او را خبر کرد داوود پسر سید عباس گفت که به خانه علی تلفن می کند و خبر میدهد که مرا به به شهر در سالهای جوانی با زندیات مهدی قامی از این راه چندین بار به تهران رفته بودم در راه بی اختیار یاد دوران کودکی تحصیل در کیاکولا و دانشسرای مقدماتی ساری بیتینگهای های حزب توده در به شهر و شاهی پس و سپس مهاجرت به شوروی زندان های مخوف شوروی زلزله اشخاباد و سه روز زنده به گور بودنم دادگاه نظامی کارگبه سرانجام اردوگاه جهنمی ماگادان و کار در معادن زغال سنگ در ذهنم زنده می شد و تمام بدبختی ها، عذاب ها و شکنجه ها در نظرم مجسم می شد. حال به زادگاه هم نزدیک می شدم. احساس می کردم که مادرم با محبت بی و بیمنت خودم خود مرا افسون کرده است. صدای مادرم را میشنیدم که فریاد میزد سر نکنید مگه دونید پسر غریبم خسته و کوفته از راه رسیده باران میبارید از خیابانهای شاهی رد شدیم اینجا سیاه رود است آنجا کارخانه نساجی است این هم کارخانه گونی بافی است به زادگاه هم ساری رسیدیم از میدان ساعت رد شدیم باران هنوز نم نم ادامه داشت اتومبیل پیکان از ساری به طرف به شهر به راه افتاد. زمانی نگذشته بود که داوود گفت که به به شهر رسیده ایم و سرانجام اتومبیل جلو در ایستاد. او پیاده شد و دروازه بزرگ را باز کرد و اتومبیل وارد حیات خانه شد. از اتومبیل پیاده شدیم. دو چشم براق بر در تاریکی می درخشید. گوسفندی به ما نگاه می کرد. چورتم پاره شد. نکند این گوسفند را سر ببرند پسر امویم سی دباس از فله ها پایین آمد پس از چهل و یک سال همدیگر را بغل کردیم باز حواس هم به گوسفند رفت در تمام عمر ندیده بودم که حیوان بیگناهی را برای من قربانی کنند همین که غصاب خواست سر گوسفند را ببرد به طرفش دویدم چه التماس کردم و به هر که متوسل شدم نتیجه نبخشید گریختم تا بریدن سر گوسفند را نبینم از دوران کودکی از منظره زشت و وحشیانه بریدن سر مرغ و خروس و گوسفند میگریختم در آن ایام خود را به جای گوسفند و مرغ و خروس میگذاشتم و از زبان آنان با انسانها به جدل میپرداختم ای انسانها شما از من قویتر هستید چه گناهی کردم؟ به شما چه بدی کردم که چنین سرم را از تن جدا می کنید؟ پس از بریدن سر گوسفند طبق رسوم ناپسند از روی خونه ریخته شده عبور کردم و سرانجام همراه سید عباس وارد اتاق پذیرایی شدیم در حدود سی و پنج نفر مهمان دعوت کرده بودند سید عباس همه را معرفی کرد من با مرتا دیده بوسی می کردم و دست خانم ها را می بوسیدم این مجلس تا ساعت چهار شب ادامه داشت تا اینکه ما را برای خواب اتاق کوچکی هدایت کردند اما کدام خواب مگر می شود به راحتی خوابید ساعت شش صبح صدای زنگ خانه بلند شد دیدم علی تاهری و پور حسنی وارد خانه شدند علی را پس از 20 سال و پور حسنی را پس از سی و نه سال زیارت می کردم. آخرین دیدارم را در اردوگاه به یاد آوردم که مأمورین اردوگاه مرا از دوستانم جدا کردند و من و دوستانم گریه می کردیم. همین پور حسنی عزیز و شادروان مهدی قائمی بود که میخواستند مرا از دست مأمور نجات دهند. این برخوردها اوج فداکاری در اردوگاه به حساب می آمد. اکنون هم دیگر را در آغوش می فشاریم و میبوسیم و گریه می کنیم. باورم نمیشد که من و پور حسنی هم دیگر را می بینیم. اما جای خالی مهدی قائمی برایم دردناک بود. بیچاره مهدی از همه ما فداکارتر و صمیمیتر بود. جوان مرگ شد او در زندان از همه بیشتر شکنجه شد اما هرگز اتهام جاسوسی را بگردن نگرفت پس از دو روز علی تاهری از سید عباس خواهش کرده که ما را به ساری ببرد سید عباس قبول نمی کرد اما سرانجام رضایت داد من و مایا پور و علی تاهری آزم ساری شدیم روز بعد هم چهار نفری آزم کیاکولا شدیم وارد بیمارستان شدیم من در ساختن این بیمارستان سه ماه آجر کشی کرده بودم. به اختیار عشق از چشمانم جاری شد. در انتهای بیمارستان یک خانه یک اتاقه بود که ما جا زندگی می کردیم. در واقع خانه ما بود. در حیات پشت این خانه مرگ و خروس نگه می داشتیم. اکنون زن و شوهری در همان خانه زندگی می کردند. و آنها گفتم که 45 سال پیش اینجا خانه ما بود. جالب این بود که این زن و شوهر هم مثل ما در حیات بیمارستان مرغ و خروس نگه می داشتند. یک خروس در میان آنها بود که مرتب به من نگاه می کرد و چشم از من بر نمی داشت. انگار همان خروسی بود که چهل و پنج سال پیش داشتم. این خانواده محترم با سنت نیک ایرانی از ما به خوبی پذیرایی کردند. همسرم خیلی میخواست علی اکبری را ببیند زیرا به مدت پنج سال در یک واحد ساختمانی با هم زندگی کرده بودیم و 25 سال در یک شهر بودیم اکبری در بابل سر زندگی می کرد و ما به بابل سر رفتیم پیشتر تعریف کردم که من از موقعیت فامیلی استفاده کردم و او با کمک من توانست در دانشسران ثبت نام کند سپس او را دستگیر و زندانی کردند من زامن او شدم که آزادش کنند اما او به شوروی فرار کرد و مرا به خاطر او زندانی می کردند. من به خاطر فرار از این گرفتاری با دوستان دیگر به شوروی فرار کردم. او به سبب ورود غیرقانونی به خاک شوروی به دو سال زندان و کار در ترکمنستان محکوم شد. اما من به اتهام جاسوسی روانی ماگادان شدم. وقتی به دوشنبه برگشتیم او را تشویق کردم که با هم پزشکی بخوانیم او در تمام مدت علیه من خبرکش ارزان قیمت کاگبه بود اما من تا آنجایی که در امکانم بود به او کمک کردم نمیدانم او چطور توانست از شوروی به ایران بیاید در ایران او دوباره زن گرفت و به کلی فراموش کرد که در شوروی دارای همسر و دو فرزند است با اینکه وضع مالی مناسبی در بابل سر داشت کوچکترین کمکی به همسر و دو فرزندش نکرد کوتاه سخن ما داخل مطب شدیم و او انگار که ما را نمیشناسد حتی ما را به یک چایی هم دعوت نکرد و با نگاه سرد خود فهمان که هرچه زودتر مطب او را ترک کنیم نمیدانستم که تا این حد وقیه و بیچش و شده ما چهار نفری بیدرنگ مطب او را ترک کردیم علی تاری به من گفت شما حرف من را قبول نکردیم من که گفتم لازم نیست پیش اون بریم علی به شدت ناراحت بود او اضافه کرد کسی که با فرزندان خود اونطوری میکنه انتظار دارید با شما چه رفتاری بکنه به هر حال او آبروی ما را پیش مایا برد تاهری راست میگفت حق هم داشت از دست من عصبانی شود اکبری حتی یک دوست نداشت زربخت او را علی اسکناس می نامید. وقتی که به ایران رفت من نامه زنش را مرتب به ایران میفرستادم. زن بیچاره هرچه میخواست دل سنگ شوهرش را به دست آورد فایده نکرد و او به هیچ یک از نامه های همسرش پاسخ نداد. دختر او شوهر کرد و به روسیه رفت. پسرش زندانی شد. همسرش کاتیا زن بسیار خوبی بود و آخر هم گم و گور شد. پس از چند روز به مشهد حرکت کردیم. یکی از آرزوهای من در قربت این بود که بر سر آرامگاه خیام و فردوسی حضور پیدا کنم. در سر راه به آرامگاه خیام سر زدیم. احساس غرور به من دست داد. عکسی گرفتیم و سپس به طرف مشهد راه افتادیم فردای آن روز برای تماشا و زیارت حرم امام رضا داخل سهند شدیم برای مایا همسرم چادری تهیه کردیم با دیدن سحن امام رضا و رفتار مردم من و به خصوص همسرم بهت زده شدیم فضای صحن هر دو ما را گرفته بود فردای آن روز به طرف آرامگاه فردوسی روان شدیم این هم یکی از آرزوهای بزرگ من بود. که توسط دوستان عزیز و برادرانم جامعه عمل پوشید و تا زنده هم از محبت های بیدریقشان سپاس گذارم. وقتی وارد صحن مقدس فردوسی شدیم با آقای علوی مدیر آرامگاه که مرد ایران دوست با محبت و مهمان نواز بود آشنا شدم. او ما رو به چای دعوت کرد و شروع به درد دل کرد. سالها پیش 23 نفر در آنجا مشغول کار بودند. اما اکنون بیش از سه نفر کارمند نداشتند آن هم با چه حقوقی در دل, دل آقای علوی مرا ناراحت کرد داخل مقبره شدیم چند کاشی از ستونها به زمین افتاده بود مقبره خیلی درهم و برهم بود حالت عذاب من دست و اشک از چشمانم جاری شد آیا کسی از مسئولانی نیست که به فکر تعمیر مقبره باشد اگر پای یک خارجی به اینجا برسد چه فکری خواهد کرد در این چند سال میلیون دلار برای تبلیغ انقلاب اسلامی در لبنان، سوریه، افغانستان و دیگر کشورها برای افراد دلخواه خود خرج کردند. چرا به بزرگترین شاعر ملی ما چنین جفا می کنند؟ در همین تاجیکستان برای ساختن یادواری رودکی در پنجکند تاجیکستان و سید محمد همدانی در کولاب تاجیکستان پول هنگفتی خرج شد. آغوش سرد دوباره به بهشهر برگشتیم روزی در جیب کتم مدارک عالی دکترای خود در رشته اورولوژی را یافتم همانطوری که قبلا نوشتم تمام مدارک تحصیلی مرا در مرز جلها ضبط کرده بودند اما این یکی در جیب مانده بود با کمک یکی از پسردایی ها که در وزارت بهداشت و درمان کار میکرد مدارک من به طور رسمی ترجمه شد متن ترجمه شده در اختیار معاون وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. ایشان مرا به دانشگاه علوم پزشکی تهران فرستاد و در اختیار سرپرست بخش اورولوژی بیمارستان امام خمینی قرار گرفتم. در این بیمارستان برای ارزشیابی از تخصص من در سه عمل جراحی شرکت کردم. سپس باید در یک مصاحبه شرکت می کردم. پس از 25 روز مرا برای مصاحبه به اتاقی هدایت کردند. در این اتاق دوازده نفر نشسته بودند. کسی از آنها لازم ندید که خود را به من معرفی کند. اغلب سوالات دینی و برایم عجیب بود. انگار من حجت الاسلام هستم. سرانجام گفتند شما براوید خبر تول می کنیم. پس از یک ماه نامه ای به من دادند که به وزارت بهداشت و درمان مازندران برسانم. بعدا فهمیدم که در آن نوشته بودم که من فعلا می توانم به با عنوان پزشک عمومی در مازندران مشغول کار شوم. اما کار به این راحتی نبود این اول عشق بود این روزها مصادف شد با درگذشت آیت الله خمینی شب و روز دعا سینه زنی و میتینگ های ازاداری بود دولت نیز با تمام امکانات خود توسط رادیو و تلویزیون مطبوعات و ارگانهای دولتی و مساجد به ازاداری مشغول بود و در این هنگامه طبیعی بود که خواست من پاک فراموش شود همسرم با دیدن این ازاداری ها تعجب میکرد میگفت میدانم که رهبر دینی و سیاسی در گذشته است اما چرا این مردم به سر و صورت خود میزنند باری پس از مدتی انتظار روزی مرا به اداره اطلاعات خواستند به آن اداره مراجعه کردم و به مدت یک ساعت منتظر آقایی شدم که قرار بود با من مصاحبه کند دیدم خبری نیست پرسیدم این آقا کجاست یکی از کارکنان به من گفت که بروم و فردا بیایم دوباره این رفتار تکرار شد تا اینکه روزی حضرت آقا با یک من اخم و قیافه تشریف آوردند او مردی سی الا و پنج ساله و از بیخ نادان بود حتی نمیدانست تاجیکستان کجاست من نمیخواهم بنویسم که از من چه میپرسید و چگونه روح و روانم خورد و دلم خون میشد بازجویی های کاگبه یادم می آمده. سوال و جواب و رفتار بگونه ای بود که انگار با یک جاسوس و یا جانی طرف است. خاننده گرامی من انتظار نداشتم که از من بپرسد در این چهل و یک سال در زندان و اردوگاه استالینی و قربت چه بر من گذشت اما حداقل انتظارم این بود که پس از چهل و یک سال دوری در بازگشت به وطن با مسئولانی طرف باشم که حداقل آداب معاشرت بین دو انسان را رعایت کنند و به من زخم دیده و عاشق وطن بدون تحقیق و بررسی با سبک مغزی به چشم جاسوس نگاه نکنند وقتی جنگ داخلی در تاجیکستان شروع شد کشور اسرائیل تمام یهودیان تاجیکستان را با عزت و احترام به اسرائیل برد حتی یکی از دوستان ایرانی ما که همسر یهودیش سی سال پیش مرده بود با خانواده اش در اسرائیل پذیرفته شد اما من که با هزار بدبختی به وطن خود ایران آمده بودم و میخواستم نان تخصص خود را بخورم با من چنین برخورد میکردند خیلی دلم میخواست اسفان شیراز را ببینم اما من خود و همسرم را به نوعی سربار دیگران حساب میکردم و در درون خجالت میکشیدم دوستان و بستگان بیشتر از حد توان خود به ما میرسیدند همه امید من این بود که بتوانم در ایران بمانم و بگونه ای جبران کنم برای سر و سامان دادن به کارهایم هر هفته دوبار بین ساری و تهران در رفت آمد بودم ده ها امضا از این و آن گرفتم سرانجام کمیسیونی تشکیل شد و به من نامه سربسته دادند که در ساری به مسئول مربوطه بدهم اما وقتی آقای مسئول در ساری نامه را خواند گفت این نامه ها امضا نشده است باید به تهران بروید نامه را بدهید امضا کنند و بازش گردانید دوباره راهی تهران شدم مگر میشد مسئول مربوطه را پیدا کرد هی میگفتند امروز برو فردا بیا هنگامی که هم حضرت آقا را پیدا کردم و به او گفتم نامه را امضا نکردی و مجبور شدم دوباره از ساری به تهران بیایم گفت چه ای می دارد گردش کنی از جواب او خیلی ناراحت شدم آخر مرد حسابی سه ماه هست در این راه هم بی پول و بی کار و همش مهمان این و آن هستم دیگر تا و توانم تمام شده بود و به شدت تحت فشار بودم با خود درد دل می کردم که عجب سرنوشت مزخرفی دارم نه دیگر روی ماندن در وطن دارم و نه روی بازگشت به شوروی وقتی که شوروی را ترک می کردم درست مثل سرداری فاتح قیافه گرفته بودم خدایا چه کنم من نمیخوام دوباره به شوروی برگردم این کار برایم معنی مرگ و شکست است وای نگاه کن تمام آرزو و امیدم دارد نقش بر آب می شود پس از چندی مرا پیش رئیس سازمان بهداشت و درمان اجتماعی مازندران فرستادند پس از یک هفته رفت و برگشت گفتم که باید به اداره حراست مراجعه کنم با آنجا مراجعه کردم فردی که مسئول بود با تکان دادن سر جواب سلام مرا داد و گفت بنشین تا خواستم دهان باز کنم زنگ تلفن به صدا درآمد آقا پس از احوال پرسی از زمین و زمان صحبت کرد و گوشی را گذاشت تا خواستم خود را معرفی کنم دوباره زنگ تلفن به صدا درآمد. سلام خسته نباشید بچه خوب هستم تشریف بیارید خدمت شما هستم سومین بار که خواستم شروع به صحبت کنم باز زنگ تلفن به صدا درآمد او گوشی را برداشت سلام چاکریم مخلصیم از ما خبری نمیگیری خیلی وقت شما رو نهیدم تشریف بیارید حل میکنیم مسئله ای نیست اعصاب من خورد شد با حالت اعتراض برخواستم و به او گفتم آنچه من میخواستم به شما بگویم فراموش کردم اما این آقا عین خیالش نبود یک وجبریش و یک تسبیح نیم متری داشت با حال بسیار بدی از اتاق بیرون آمدم کس نبودن همه بیچاره چو من کس مباد از وطن آواره چو من پس از چندی باز مرا به اداره اطلاعات خواستند و دوباره از همون سوالهای عجیب و غریب از من کردند از سرنوشت قمنگیزی دارم در چوروی به جرم جاسوسی و ایران دوستی چه ها که نکشیدم و حالا که به کشورم آمدم اینا خیال می که من جاسوس ها هستم دیگر حالم از این برخوردهای دور از انتظار به هم می خورد و خیال بازگشت در دلم جان می گرفت مایا هم خسته شده بود گاهی بحث و جنجال می شد و گاهی هم مایا گریه می مهمان بودن هم قوز بالا قوز شده بود و فکر میکردم که برای مهماندار عزیزم صدها سوال مطرح است من هرگز نمیخواستم مزاحم کسی شوم و به این سبب در درون خود عذاب میکشیدم بی پول بودم و رفت آمد به تهران هم خرج داشت و این عزیزانم پول در اختیار من میگذاشتم چاره ای نبود و من راه دیگری نداشتم روزی به من گفتند اگر مدارک تخصص خود را از شوروی بیاوری شاید کار درست بشود آن زمان ایران متخصص اورولوژی کم داشت من میدیدم که پزشکان هندی و پاکستانی در شهرهای ایران به کار مشغولند ولی به من نه تنها کمک نشد بلکه شاید به صرف اینکه زمانی در شوروی بودم برایم هزار مشکل به وجود آوردند من دلم را در حجوم آرزو گم کردم عشق را در کوچه های جستجو گم کردم پس از جنگ داخلی تاجیکستان چند نفر متخصص که یکی نیز همکلاسی من بود به ایران برگشته بودند و در تهران مشغول کار بودند اما مرا مرتب از این اداره به آن اداره پاس میدادند نمیدانم این مسلمانان بیمروت به کدام گناه نا کرده و با کدام تحقیق و بررسی مرا که عاشق وطنم بودم و هستم و با هزار امید به دامان مادرم پناه آورده بودم آزار میدادند و از آغوش مادرم میراندند در این اوضاع احوال زخم معده من شدت یافت و شروع به خونریزی کرد در ادگاه های استالینی مبتلا به زخم معده شده بودم در سال 1994 با خونریزی شدید در شعبه جراحی خودمان بستری شدم و با عمل جراحی دو سوم معده و اسنا اشر مرا برداشتند باز یکی از روزها برای گرفتن حکم از وزارت بهداشت و درمان در تهران به خیابان آبشار رفتم منشی آقای رئیس که خانم جوانی بود گفت آقا کاری سیاده مرتب کمیسیون داره شما هفته دیگه تشریف بیارید چون میدید که من یک ماه است که سرگردان هستم کمی دلش با حالم سوخت با این همه قربت و بدبختی با آرزوی طبیعی به کشورم آمده بودم که کار و زندگی بکنم و تخصص سی ساله خود را در اختیار هموطنان قرار دهم پس از یک هفته این آقای رئیس را در اتاقش گیر آوردم او گفت نامه تو رو به ساری فرستادیم خوشحال شدم و بیدرنگ به ساری بازگشتم به مدت یک هفته مرا از این اتاق به آن اتاق فرستادند و همه به من جواب رد دادند می گفتند که نامی نیامده است این بار همسرم داد در شمال گذاشتم و خودم راهی تهران شدم پولی در جیب نبود خواهرم پولی در اختیارم گذاشت جاده به این زیبایی با آن جنگل ها و کوههای سر به فلک کشیده در نظرم راه جهنم و راه ماگادان بود شب هنگام به تهران رسیدم. باز به خانه مهرالی میانجی رفتم. تمام شب گپ از اشخابات و ماگادان و اردوگاه استالینی بود. باز به خیابان آبشار و با آن ساختمان مربوطه که در نظرم ساختمان کاگبه شده بود رفتم. و هر کسی که مراجعه کردم به طور جدی گفتند که نامه مرا به ساری فرستاده اند. و دلتنگ خسته و بدحال پیش دوستم میانجی رفتم. خیال بازگشت به شوروی در دلم تقویت می شد. همسرم از بلا تکلیفی رنج می برد. چه باید کرد؟ حالا با چه روی به شوروی برگردم؟ آیا کاگبه و شوروی پرستان به من پوزخند نخواهند زد؟ آیا به من نخواهند گفت دیدی دی در کشورت برای تو و همسال تو ارزشی قائل نیستند و باز این ما هستیم که به تو کمک میکنیم حال به اشتباهات خود پی بردی وای که در آن ایام چه بر من گذشت جسم و جانم به آتش کشیده شد دو روزی در تهران پیش میانجی و تاهری ماندم و دوباره راهی شمال شدم مدت ویزای من تمام میشد. شد نام ای برای تمدید ویزا نوشتم و به شهربانی به شهر دادم و منتظر شدم در سالی به قبرستان مولا مجددین سر زدم پدر و مادر دایی و امه و بسیاری از افراد فامیل در آنجا دفن بودند سالها پیش نصف این قبرستان را صاف کرده و در آنجا ساختمان پستخانه درست کرده بودند آرامگاه پدرم در آن قسمت بود با پسر امهام مهدی نوریان به پستخانه رفتم به زمین و در دیوارش نگاه میکردم و در دل میگفتم پدر عطا آمد بلند شد ببین چه حالم مرا ببخش که تو را دق مر کردم طبیعت و یا سرنوشت گناهانم را کیفت داد ده سال در معادن زغالسنگ یا قبرستان ماگادان زنده به گور بودم اکنون که به ایران برگشتم تو نیستی و حد دری میزنم نتیجه نمیدهد سرگردان و محزون و غمگینم مرا در این وطن جایی نیست مجبورم با پای خود به قبرستان خود یعنی شوروی باز کردم بدر جان بدان که من وطن فروش نبودم همه این رنج ها تاوان وطن پرستی و مردم دوستی و تلاش من برای رهایی مردم از فقر و بدبختی بود میدانی که وطن پرستان کشورم در یک قرن اخیر کم و بیش با و بینام این رنج را تحمل کرده و می کنند سرنوشتم این بود من از تو پوزش می طلبم فرطه آن روز با همکلاسی خود آقای اسفندیاری به خانه علمدار یعنی بستگان همسر اول پدرم که مانند مادر من بود سر زدیم در خانه باز بود پس از صرف گفتن و یا علی گفتن وارد حیات شدیم مولود خانم تنها زن باقی مانده خاندان علمدار زنده بود او در جوانی زیبا بود شوهرش زود درگذشت و او بقیه عمر خود را در خانه پدری گذراند ما نزد او رفتیم و سلام کردیم گفتم مولود خانم مرا اشناسی او دستش را بالای ابرو برد سرش را بلند کرد نگاه عمیقی به من کرد و گفت اتا بیا مویه اتا آمده وای خود جان باورم نمیشه اتا بالاخره اومد چشمان هر دوی ما گریان شد او گریه کنم گفت مادرت میگفت زندگی چه فایده داره وقتی اتا میایی که من زنده نیستم باز برای هزارمین بار بیاد مادر و این خانه افتادم برگردم سر مطلب راستش تلاشی که من برای ماندن در ایران کردم خود یک کتاب می شود اینجا خیلی کوتاه توضیح می دهم پس از اینکه که پوستم حسابی کنده شد سرانجام تا گرفتن پروانه و اجازه کار توسط آشنایی در یکی از بیمارستان های خصوصی ساری در رشته تخصصی خود مشغول به کار شدم و مزد مرا ماهی چهل و پنج هزار تومن تعیین کردند دو بار بدون عمل جراحی با نتیجه خوب مریضا را مرخص کردم اما دیگر جراح ها بهانه تراشی می کردند لابد مرا رقیب خود حساب می کردند و شروع به بدرفتاری کردند بار سوم که خود را برای عمل جراحی آماده می کردم گفتند که چون مدرک جراحی ندارم اجازه جراحی هم ندارم سرانجام کار به جایی رسید که قرار شد با دریافت صد هزار تومان تصویه حساب کنم اما تنها با پرداخت پنجا و هزار تومان مرا مرخص کردند. اتا سرت را به درد نیاورم. سرانجام برقی نظام پزشکی من با کمک علمدار و میلانی مورد تأیید قرار گرفت. تنها نوشتن ورقی نظام پزشکی در دو سطر بیست و روز طول کشید و از من شش هزار تومان پول گرفتند. پول تابلو بیست هزار تومان شد نصب تابلو پنج هزار تومان کرایه مطب بیست سه هزار تومان مالیات پنج هزار تومان و تا خواستم شروع به کار کنم تازه مردم آزاری شروع شد اتا بخشن نمیدارم این نوشته مرا کجا چاپ خواهی کرد نمیخوام این مطالب رو بنویسم کوتاه سخنان که دیگر صبر و شکیبایی و طاقتم تمام شد نفسی به جای نماند فکر بازگشت قلب و روحم را به خود مشغول می داشت. من با مسائل سیاسی کاری نداشتم اما ولکن من نبودند پس از یک هفته یک روز آقای آمد و گفت فلان عکس را باید بزنی گفتم چشم چند روز دیگر یکی دیگر آمد گفت نخیر عکس دیگری باید بزنی بی پول بودم اما این امر این آقا هم اجرا شد چند روز دیگر باز کسی آمد و گفت تو باید کلمه اورولوژی را از روی تابلو برداری گفتم الان پول ندارم کمی مولد بدهید آخر من برای این تابلو 23000 هزار تومن پول دادم برای تعویز تابلو مدتی به من فرصت بدهید باز دو روز دیگر پیدایش شد به او گفتم آیا شما میدنید اورولوژیست یعنی چه؟ از نگاه او فهمیدم که نمیداند گفتم اورو به زبان لاتین یعنی شاش جیست هم یعنی شناس یعنی بنده شاش شناس هستم و مدت سی و پنج سال است به شاش نگاه می کنم. او گفت به من گفتم باید این کلمه را برداری. جان کلام این که پی آ پی برای مسئله درست می شد. آخر به این نتیجه رسیدم که من حق حیات در کشورم را ندارم. هر روز فکر می کردم که شاید فردا اوضا بهتر شود اما بدتر می شد و تمام امیدهای من به نامیدی می گرایید. سالهای سال همسرم را برای زیستن در کشورم آماده کرده بودم. وقتی از پا افتادم، او به من گفت تو تمام تلاشت را برای ماندن در کشورت انجام دادی. اگر راه دیگری نیست، می توانیم به تاجیکستان بازگردیم. نه در مسجد دهندم ره که مستی، نه در میخانه که این خمار خام است. میان مسجد و میخانه راهی است. قریبم، عاشقم، این راه کدام است کوتاه سخن از همه طرف به من فشار می‌آمد و دیگر راهی جز ترک وطن برایم نماند امروز 14 اکتبر 2002 75 ساله شدم بیش از 55 سال عمرم در زندان و اردوگاه استالینی و قربت خانمانسوز گذشت با آنکه درد زندانیان اردوگاه استالینی درمانی نداشت و این درد هر روز عمیقتر و مزمنتر میشد و با مرگ پایان مییافت اما من با یاد وطن و خاطرات دوران تحصیل و طبیعت مازندران و بوی پرتغال و نارنج و لیمو و ریزش نمنم بارانها زنده ماندم و حالا نیز چنین است در این سن و سال باز هم با یاد وطن زنده هم و در عالم خیال خود را در مازندران حس می کنم توی قوری چینی چای لاهیجان دم کردم روی زمین و خاک وطنم نشستم و آواز بارون بارون زمینا تر میشه گل نساجونو با صدای زنان و دختران به گوشم میرسد نمیدانم چرا فلک از من چنین انتقام میگیرد در آن لحظات غمناک در وطن سالیان دراز مهاجرتم در شوروی به یادم افتاد، و این بود که پیوسته در فکر بازگشت به وطن بودم برای وطن گریه می کردم می خندیدم زمین می خودم و زخمی می شدم اما بلند می شدم قامتم را راست می و به عشق سرزمین مادری به تحقیر و عذاب بی بودم به راهم ادامه می دادم مبارزه میکردم کردم قرب می زدم به عشق وطن پرواز می کردم آهنگ نفس و تپش های قلبم را با کعبه خودم ایران و مازندران تنظیم می کردم ولی حالا تنها و غمگینم حافظ این حال عجب با که گفت که ما بلبلانیم که در موسم گل خاموشیم ای فلک این چه تقدیری است چرا مهر و داغ حسرت بر پیشانی من زده ای پس از این همه عذاب و شکنجه خود را همچون پرنده ای زخمی به آغوش مادر من اما این چه روزگار ننگی نیست که مادرم اسیر چنگال در رندگان توان نگهداری مرا ندارد ای سرزمین مادری من از خود میگذرم و باز هم در ایام پیری ای وطن تو را ترک می کنم اما بگو در کدام این تاریخ پذیرای یوسف گمگشته خود خواهی شد این ننگ را باید پایانی باشد نه عشقی که دل را به دریا زنم نه شوری که رو سوی صحرا کنم نه برقم که آتش زنم خربنی نه ابرم که با گریه قوقا کنم وسیق قصه از من بماند به جای اگر دفتر سینه را وا کنم آدی دوست گرامی من از دوران کودکی روی پای خودم ایستادم و به مرور به تلاش و استقامت خو گرفتم جفاهای بسیار در زندگی دیدم اما هر جفا بر مقاومت من افزود و با تلاش شرافت مندانه از هر امکان کوچک سود جستم هر کجا نم و شب نمی بود نوشیدمش و چون ساقی درخت رو به آفتاب کردم تا رشد کنم اما به کسی تملق نگفتم تنها در مقابل خورشید سر تعظیم فرود آوردم که بیمنت به زمین و طبیعت و آدمیان جان می بخشد. با تحمل این همه سختی ها و بدبختی ها هنگامی که جراح شدم تا حد امکان سعی کردم به روش خورشید بدون منت به هم نوعان خود کمک کنم گرچه حیات من سر تا سر به تلخی گذشت اما از زاویه دیگری خود را انسان خوشبختی می دنم. زیرا به وجدان انسانی خود خیانت نکردم و در حد خود آنچه میدانستم و می توانستم به سود ایران عمل کردم. پس از اتمام دوره فوق لیسانس به مدت 20 سال در بزرگترین پولیکلینیک دوشنبه که با شماره یک شناخته می شد جراح بودم. همه میپرسیدند آن جراح ایرانی کجاست؟ من از شنیدن جراح ایرانی شادمان می شدم. اینجا مردم از من قدردانی میکردند. و روزنامه ها عکس مرا میانداختند و مرا تشویق میکردند اما دریقا که نتوانستم و یا نگذاشتند دین خود را در پیشگاه پدر و مادر و کشور خودم ادا کنم به هر حال همه آنچه بر من گذشت تاوان ایران دوستی بود که به جان خریدم که گریبان ایران دوستان از این بی ادالتی ها رها خواهد شد نمیدانم اما این را میدانم که ایران دوستان آزادی خواه و عدالت جورا نمیتوان به زانو درآورد پایان